چی گونه از حمله های سگ جان سالم به در ببریم در حال لذت بردن از دوش صبحگاهی در پارک پیش از رفتن به وظیفه هستید و ناگهان یک سگ ولگرد به سمتتان تان می دود و به نظر می آید آماده است به شما حمله کند خب در چنین این حالت باید چی کار کنید باید فرار کنید یا مبارزه و یا بسکویت سگ به او بدهید این هم ایده خوبی است که چیزی به او بدهید این چند توصیه مفید کارشناسان در مورد این است که چی گونه از سگ ها در امان باشید یا اگر به شما حمله کرد چی کنید چی کسی در خطر است بیشتر وقتا دونده ها، دو سوارها و دیگر کسانی که سری حرکت می کند، مورد حمله قرار می گیرد. نکته این است که سگ ها به حرکت واکنش نشان می دهد. و این باعث می شود که غریزه دنبال کردن در آنها شروع به کار کند. بر علاوه، آنها بعضی از مناطق را مال خود می داند و اگر از ملکیت آنها بگذرید، ممکن است از آن محافظت کنند. پس اگر می بینید که یک سگ آماده حمله به شماست، چی باید کرد؟ بخش اول، جلوگیری از حمله. نترسید. بیشتر مردم باور دارند که سگها و تعدادی از حیوانات دیگر می تواند به نوع ترس انسان را حس کند این گونه نیست که واقعا ترس را حس کند فقط زمانی که می بینند ترسیده اعتماد به نفس بیشتری می گیرند پس هر چقدر هم که سخت باشد سعی کنید آرام باشید اگر سگ بفهمد که نمی تواند شما را بترساند ممکن است فکر کند که شما آدم خطرناکی هستید توهمش را خراب نکنید سعی نکنید فرار کنید حرف اول اول است سگ ها سره ترند، دست کم بیشتری ای آنها. این واقعیت را بپذیرید و آرام باشید. امکان ندارد که بتوانید فرار کنید. ارزش امتحان کردن را هم ندارد. دوما دویدن غریزه سگ برای دنبال کردن را تحریک می کند. بنابراین اگر سگ قصد آسیب رساندن به شما را هم نداشته باشد، خودتان مشکل را به وجود می آورید. سر جایتان استاد شوید. اگر در حال دویدن بودید، سرعتتان را به اندازه پیاده رو کم کنید و سپس کاملا استاد شوید. به احتمال زیاد زمانی که سرعت حرکت را کم می کنید سگ ها شما را به چشم یک تهدید دیده است این تهدید یا با وسیله شما یا با وسیله سگ باید از میان برود ما گزینه اول را ترجیح می دهیم پس اگر حرکتی نکنید احتمال دارد سگ دیگر به شما علاقه نداشته باشد و دور شود همچنان بهتر است که نسبت به سگ در گوشه ای استاد شوید این گونه لاغرتر به می رسید و این یعنی تهدید کمتر برای سگ محسوب می شوید. ارتباط چشمی برقرار نکنید ارتباط مستقیم چشمی می تواند سگ را تهاجمی تر کند و می تواند دلیل برای حمله باشد. بهترین کاری که می توانید انجام دهید این است که سگ را زیر نظر داشته باشید. اما مستقیم به آن نگاه نکنید. این کار به سگ پیام می دهد که شما خطرناک نیستید و سگ می تواند بدون آسیب رساندن به شما اجازه دهد که بروید. دستهایتان را مشت کنید. نه برای مبارزه، مشت کردن دست به شما کمک می کند که از دندان گرفته شدن انگشتانتان جلوگیری کنید. حتی اگر سگ مشتتان را دندان بگیرد، جای زودتر خوب می شود. با شی دیگر حواس سگ را پرت کنید. اگر چیزی در دست دارید، آن را به جهت دیگر بیاندازید. آن شی ممکن است بوتل آب، بگ یا هر چیزی دیگری باشد. اگر چیزی برای انداختن ندارید، وانمود کنید که چیزی از زمین بر دارید و آن را بسیار دور بیاندازید. هر چی نباشد، سگ‌ها حیوانات بسیار بازیگوشی هستند. شاید این یکی نمیخواسته به شما حمله کند و فقط کوشش میکرده توجهتان را جلب کند جدا از شوخی پرت کردن حواس سگ میتواند به شما وقت لازم برای فرار کردن بدهد با سگ دستور دهید که پس برود اگر سگ نخواهد که همه چیز خوب پیش برود شما انتخاب جز قهر شدن ندارید با صدای رسا بگویید نه یا پس برو مطمئن شوید با اعتماد به نفس و قوی به نظر می رسید. اگر صدایتان مانند یک کودک پنج ساله باشد که در چنین حالت قابل بخشش است سگ آن را حس می کند و با خطر بزرگتر روبرو می شود. اما اگر نتوانستید از حمله جلوگیری کنید چی؟ چی کاری کنید تا کمترین آسیب ممکن را ببینید؟ بخش دوم دفاع از خود مقابله کنید. اگر پس از آن که از تمام مهارت های مذاکره تان استفاده کردید، باز هم سگ شما را دندان گرفت، باید هر کاری برای محافظت از خود انجام دهید. سعی کنید به قسمت بینی و گروی سگ یا پشت سرش ضربه بزنید یک ضربه خوب می تواند زمان خوبی به شما برای فرار بدهد برای کمک فریاد بزنید سگ ها می تواند کشنده باشد و شما باید این را بدانید پس درخواست کمک چیز خوبی است ممکن است کسی صدایتان را بشنود و به شما در خلاص شدن از شر سگ کمک کنند صورت و گردن خود را بپوشانید به هر قیمتی که هست به سگ اجازه ندهید که به قسمت بسیار مهمتان مثل گردن یا روی دسترسی پیدا کند در غیر این صورت دیگر نمیتوانید از خود محافظت کنید سعی کنید چیزی در میان خود و سگ قرار دهید به هر حال با استفاده از وزنتان سگ را به سمت زمین فشار دهید تنها سلای سگ یک دهان پر از دندان است تلاش کنید از آن جلوگیری کنید اگر توانستید خود را از آن دور نگه دارید مبارزه را میبرید هدف شما به حرکت کردن سر است و شما این کار را با فشار آوردن روی گردن سگ می توانید انجام دهید خب فرض کنیم شما با یک سگ ثابت کردید که رئیس کیست سگ میترسد و فرار می کند پس از آن چی باید کنید بخش سوم پس از حمله به دکتر مراجع کنید حتی کوچکترین زخم می تواند شبه دروازه بازی برای یک افونت باشد از آب برای شستن آن زخم و از بنداش برای جلوگیری از خونریزی استفاده کنید حتی اگر فکر می کنید نیاز, نیاز نیست باز هم به با دکتر مراجع کنید ممکن است سگ ها رو بوده شده باشند پس دیدن و بررسی آن ممکن است لازم باشد سگ را گزارش دهید به مسئولین زنگ بزنید و به آنها در مورد آن اتفاق بگویید هر چیزی که یادتان است را توضیح دهید این اطلاعات می‌تواند زندگی کسی دیگر را نجات دهد.